اگر تصمیم دارید درخت بکاری، نهال بکاری، در جریان کاشت 8 اشتباه را شما انجام میدین که این اشتباه باعث از بین بردن درختان شما میشه که در نتیجه شما نمیتونین حاصل درست بگیرین. این 8 اشتباه کدام هست؟ در این ویدیو همه را دقیق تشریح میکنم. بعد از دیدن این 8 اشتباه شما متوجه میشین که دیگه این مشکلات در باغ شما رخ نده. اگر میخواین کشاورزی و باغداری را به صورت علمی و تجربیات بگیرین، حتما کانال یوتیوب باغبان آزاد را سابسکرایب کنین و یا اینکه پیج فیسبوک یا پیج اینستاگرام را دنبال کنین تا اینکه به صورت علمی و تجربی برای شما یاد بتم و همچنان در رابطه با سرمایه گذاری در این بخش هم به شما آموزش بتم. سلام و درود به همه شما خوبان و عزیزان، قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال باغبان آزاد. دوستای عزیز، 8 اشتباهی که شما در وقت نهالشانی و درختشانی انجام میتین کدام ها هستن؟ اشتباه اول، اکثریت از باغداران علاقمند این هست که درخت خود را عمیق در بکاره تا باد بیایه ایره چپه نکنه، یا اینکه درخت شما خوب در عمق زمین ریشه بزنه و بسیار رشد نموی خوب بکنه. از ظاهری به این نظر هستین، ولی این اشتباه خیلی بزرگ است. دوستای خوب من، در سطح زمین یک لایه وجود داره که کاملا رنگش نسبت به باقی مانده خاک کاملا فرق داره. شما هر کاری که میکنین در همین 30-40 سانت سطح لایه زمین باید بکارین، چون تمام کود و مواد غذایی در اینجا موجود هست. وقتی که شما میکارین خیلی سریع رشد میکنه و برای شما میوه میده. اگر شما خیلی عمیق بکارین از اون نتیجه گرفتن نمیتونین، درخت شما با میوه‌دهی نمیرسه و همون رقم رشد میکنه یا اینکه خیلی ضعیف میمونه. پس باید متوجه باشین که خیلی عمیق نکارین. اشتباه دوم این هست که وقتی شما گیاه یا درخت یا امونهال خود را میکارین، ریشه هایش کوشش میکنین که اطراف دور بتین. مثلا این چاله هست، درخت را میکارین، ریشه یک مقدار دراز است، این را دور میتین، این طرف میگه که خوب جای شوه. این کار اشتباه خیلی بزرگی هست. میتونی یک مقدار بزرگتر این را جور کنی و هر ریشه را اجازه بدی هر طرف خودش باید پخش شوه. اگر شما این کار را بکنین، ریشه ها همون قسمی که دور دادین یک توپی ریشه را تشکیل میده و در آینده این جای خیلی بزرگی نداره و شما از این نتیجه خوب گرفته نمیتونید، درخت شما رشد کرده نمیتونه. پس خواهشن باید هر شاخه و هر ریشه که وجود داره هیچ وقت کج نکنین. میفهمی که فعلا خرد است، ولی در آینده این بسیار بزرگ میشه و مشکلات زیاد خلق میکنه. اشتباه چهارم هم که اکثریت از باغدارا ایره بدون فکر کردن انجام میده، استفاده ملچ هست که ملچ را در توقیع درخت استفاده میکنه. نزدیک کردن ملچ به توقیع درخت باعث گندیده شدن و پوسیده شدن خود ساقه درخت میشه که مواد عضوی هست و باعث گندیدگی و همچنان فعالیت قارچ ها میشه و در نتیجه درخت شما را امراض قارچی گرفته و از بین میبره. و شما کوشش کنید که در نزدیک ساقه درخت هیچ کودی، هیچ آبی و هیچ چیزی در اونجا نزدیک نشوه و خیلی باید از اون سهم محافظت شوه. کود و مواد غذایی و هر چیزی ملچی دورتر، حداقل یک 10-15 سانت از اون دورتر باید قرار بگیره. وقت نهالشانی و یا حتی درختان بزرگی که دارین باید متوجه باشین. اشتباه پنجمی را که اکثریت شما بدون فکر کردن انجام میتین این هست که شما یک مثلا یک درخت را، یک نهال را میخرین از بازار که داخل کوزه یا گلدان هست. امون رقمی که از داخل گلدان میکشین میمانین داخل زمین، میگه چقدر خوب هست، بسیار منظم و بدون کدام پاش بودن ریشه ها. اشتباه خیلی بزرگی هست دوستای خوب من. شما خاکایش دور کنین، ریشه هایی که در داخل گلدان دور خورده یک توپی ریشه را تشکیل داده، اینا را باز کنین. اگر باز نمیشه قطع کنین، یعنی ریشه ها را از توقیع درخت است به این حالت مستقیم چندین قطع میکنین تا اینکه ریشه ها قطع شوه و پاشان کنین به طرف بیرون. هر ریشه و طرف بیرون باید بیاید که در آینده اینا بتواند به طرف بیرون رشد کنه. اگر در داخل خود دور خورده بره، یک وقتی مواد غذایی در اونجا وجود نداره، بعد فاسد و گنده میشه، درخت شما با مشکلات گرفتار میشه. اشتباه ششمی که اکثریت شما متوجهش نیستین، او هم استفاده از اون تنابی هست که شما یک چوب عصای را در کنارش میمانین و این تناب را محکم بسته میکنین و اصلا متوجه نیستین. بعد از 5-6 ماه، یک سال، دو سال متوجه میشین که عین بیخی خفه کرده، درخت شما را در حال از بین بردن است. باید خیلی متوجه باشین که همیشه هر چیزی را که بسته میکنین فوراً باید متوجه باشین، او را قطع کنین یا به مسافه بزرگتر در نظر بگیرین که درخت شما را اذیت نکنه. چرا ما میگم اینا رو قطع کنین؟ به خاطری که پوست درخت
مواد غذایی رو وقتی که انتقال بده از خود هم یک مقدار حرکت داره و خود چوبی که در داخل هست او بزرگ شده میره. وقتی که در اینجا محکم باشه این در داخلش میره و خود پوست را نمیمونه، مواد غذایی را طرف بالا و پایین زیاد انتقال بده و باعث ضعیف شدن درخت شما بشه. اشتباه هفتم هم این هست که وقتی شما درخت از بازار تهیه میکنین حتما در توقیش یک لیبل وجود داره، مشخصاتش هست و بعضی از باغدارا افتخار میکنه با لیبلش میکاره، میگه که من این را گم نکنم. بعد از یکی دو سال وقتی که میبینه لیبل کاملا خفه کرده درخت را و درخت در حالت از بین رفتن هست، اون موقع متوجه میشه که بعد از کشتن سهراب نوشدارو چی به درد داد، چی به درد میخوره. پس باید متوجه باشین عمو تگ را، عمو لیبل را جدا کرده در یک شاخش در بالا نصب کنین و قسمت خود توقع را رها کنین. اشتباه آخر، اشتباه هشتم هم در شاندن نهال های بزرگ، مثلا درخت بزرگ را شما از یک صاحب از صاحب دیگه انتقال میتین، در اینجا انجام میشه. چه وقت انجام میشه؟ شما وقتی که میبینین میخواین بیکارین ریشه را چک نمیکنین. ریشه های وجود داره که رشد کرده و خوب اما تو محکم اطراف توقیع درخت را گرفته و این در هر ساله که رشد میکنه اما رقم توقیع درخت را تنگتر و تنگتر میکنه و باعث جلوگیری از انتقال مواد غذایی از پایین به بالا و از بالا به پایین میشه. پس شما باید اون ریشه ها را کاملا قطع کنین، ریشه های مزاحم، ریشه های کجواج و به درد نخور را باید حذف کنین، فقط ریشه های راست و مستقیم را بمانین و کاملا این را زیر خاک کنین تا اینکه برای شما رشد کنه و نتیجه خوب بگیرین. خب دوستای عزیز، 8 اشتباهی بود که شما مبادا را در باغداری خود تکرار کنین. همراه شما شریک ساختم، حتما ویدیو را لایک کنین، کانال را سابسکرایب کنین. تا ویدیوی دیگر، خدایا رو نگهدار شما.